سلام به شما بینندگان عزیز، کیوان جاوید هستم و شما شاهد برنامه خیزش در تلویزیون کانال جدید هستید. تشکیل نهادی به نام کانون فیلمسازان و مستقل ایران، این نهاد یا این تشکل امروز 7 آذر 1401 و برابر با 28 نوامبر 2022 تشکیل شد. ما با خانم عادله چراغی، سخنگوی این تشکل تازه بنیان گذاشته، گفتگو داریم و نظر ایشون رو و چرایی تشکیل این نهاد رو از ایشون جویا میشیم. خوش اومدید خانم عادله به این برنامه. اولین چیز اینه که این نهاد یه مقدار معرفی کنید، چرا این تشکیلات و این تشکل رو ایجاد کردید؟ بفرمایید. به نام خدای رنگین کمان، عادله چراغی هستم، یکی از سخنگوهای کانون فیلمسازان مستقل ایران. واقعیت اینه که فکر میکنم همه ما امروز به این امر بیشتر واقف شدیم که چقدر ضرورت تشکلیابی امروز بیشتر از قبل حس میشه توی جامعه ایران. فرقی نمی کنه داخل یا خارج از ایران، من فکر می کنم که نیاز به، یعنی کانون ما فکر می کنه که تشکل یابی و گرد هم اومدن برای شرایط فعلی ایران که میدونیم با یه خیزش انقلابی مواجه هستیم این روزها، چقدر امروز ضروری هستش. یکی از بزرگترین دلایلمون این هست، ضرورت تشکلیابی. سوال مهم اینه که چرا در این شرایط الان در ایران، شرایط داخل ایران رو چطور ارزیابی میکنید؟ چه میبینید؟ مشاهده شما مثل فیلمسازان، مثل هنرمندان، مثل کسایی که در کار فیلم و سینما هستید، از داخل ایران چیه؟ بفرمایید. ببینید، واقعیت اینه که بخوام خلاصه کنم میشه سرکوب و سانسور بیش از پیش. چیزی که ما امروز باهاش مواجه هستیم واقعا همیشه در تمام سالیانی که جمهوری اسلامی حاکم بوده، رژیم اسلامی حاکم بوده، همیشه با تبعیض جنسی، مذهبی، قومی مواجه بودیم. اما امروز دیگه من فکر میکنم چهره واقعی خودشون رو به مردم نشون دادن، بیشتر از قبل، و با خشونت بی سابقه مواجه هستیم که از دانش آموز تا هنرمند تا یعنی تمام اقوام، تمام اقشار تحت سرکوب و ستم قرار گرفتن. و ما فکر میکنیم که بعد از این همه بازداشت و شکنجه و حکمای عجیب غریبی که به هنرمندا میدن، ضرورت این تشکل بیشتر از قبل حس شد. تشکلی که بتونه آزادان بدون سرکوب و سانسور بیانی داشته باشه. بله، ولی یکی از تمرکزهای کار شما در رابطه با زندانیان سیاسی، هنرمندان دستگیر شده و بخشهای مختلف کسایی هم که در ایران به خاطر بیان حقیقت، بیان جنایات جمهوری اسلامی در واقع اسیر شدند و در بازداشت جمهوری اسلامی هستند، در این زمینه چقدر مهمه که تشکل شما مثل فیلمسازان که میتونن تاثیرگذار باشن در محیط زندگیشون، محیط به اصطلاح فعالیتشون، اینا چقدر تو این زمینه فعالیت میکنید؟ واقعیت اینه که سینمایی که ما امروز باهاش مواجه هستیم، به خصوص سینمای ایران، چهره واقعی از ایران به نمایش نمیذاره، بلکه هر کاری که در زمینه تصویر تولید میشه با از هزاران فیلتر رد میشه، فیلتر سانسور، و بعد چهره واقعا فیک و دروغین از ایران نشون میده. و بعد اینکه فیلم هایی که توی فستیوال ها میبینیم شرکت میکنن، فیلم هایی که حتی به مخاطبشون جامعه ایران هستن، باز هم اونجور نیستش که چهره واقعی مردم رو به نمایش بذاره، جامعه ایران رو به نمایش بذاره. یکی از ضرورت ها هم واقعا این هست توی اهداف بیانیه که رو به امروز رو به عموم منتشر شد،
اگر مطالعه بفرمایید خیلی دقیق نوشته شده. یکی از بزرگترین، میتونم بگم که شاید مهمترین موضعی که ما گرفتیم اینی که بتونیم تلاشی داشته باشیم برای جلوگیری از سرکوب و کشتار مردم بیگناه. واقعا از کودک و زن و مادران و یعنی تمام آدم هایی که توی خیابون برای به حق صداشون رو بلند کردن مورد هدف قرار می گیرن و این واقعا وحشتناک است. بله من میخوام بفرمایید. که به من اگه اجازه بدید یک کمی ریز بشم روی اهداف کانون که خیلی مهم هست بله خدمتتون بگم. ببینید ما ابزارمون دوربین هست، تصویر هست، فیلم هست. فیلم سینما به عنوان یک زبان جهانی موظف هستش که بازتاب واقعیت داشته باشه، در صورتی که چیزی که از ایران میبینیم، از سینمای حکومتی میبینیم، همچین چیزی نیست. یکی از بزرگترین شاید کارهایی که ما میخوایم انجام بدیم، بزرگترین که میگم مهمترین ضرورتی که ما رو گرد هم دیگه جمع آورده تلاش برای آزادی بیان هست و اینکه بتونیم همه بخوایم از حکومت یا حالا از جامعه جهانی که همه زندانیان سیاسی و کسایی که تحت عنوان دگر اندیش، هنرمند، سینماگر، خبرنگار، کسانی که برای آزادی بیان مبارزه میکنن نباید در بند باشن. ما تا اونجایی که میتونیم برای آزادی اینها دادخواه اینها باشیم و تلاش کنیم. مورد بعدی این که بتونیم سینماگرها و فیلمسازای دنیا رو همراه خودمون بکنیم، مشخصا هنرمندایی که غیر ایرانی هستن بتونیم از صدای اونها استفاده بکنیم، ازشون حمایت بگیریم که صدای مردم ایران باشن، صدای جنبش واقعا پیشرو زنای ایران باشن. امروز با شعار زن زندگی آزادی میبینیم که چجوری جهانی شدیم و جامعه ایران واقعا به همچین کمکی نیاز داره و ما فکر میکنیم که میتونیم یکی از اهداف مهممون باشه. یه موردی که برای ما خیلی مهم هست این هستش که جلوی این تصویر غیر واقعی که از ایران به بیرون ارائه میشه رو بگیریم. خیلی درباره این پلن ها و میتونم بگم که برنامه هایی داریم، مشخصا از فیلم های حکومتی که با بودجه حکومت تغذیه میشن و بعد توی جشنواره های بین المللی حضور پیدا میکنن افشاگری کنیم. ما نمیتونیم جلوی چیزی رو بگیریم ولی حداقل کاری که میتونیم اینه که آگاهی سازی کنیم نسبت به این ماجرا که خیلی امر مهمی هست. و بعد اینکه اکثر جشنواره‌های بین المللی داعیه آزادی بیان و اینکه صدا جایی باشن برای اینکه صدا به صدایی باشن برای تمام اقشار آدم‌های دنیا، ولی چطور ممکنه که نماینده‌های جمهوری اسلامی وقتی که توی این فستیوال‌ها شرکت می‌کنن توی بخش پخش، توی بخش میدونی بخش مختلف فستیوال های مختلف جهانی شرکت میکنن، در ساعتی که ما فکر میکنیم وظیفه ماست که اطلاع رسانی کنیم، آگاهی ببخشیم به اینا که بدونن کسایی که صدای مردم ایران رو سرکوب میکنن جایی توی نهادهای بین المللی ندارن. بله، شما به هر حال فیلمسازان ایران چهره های بین‌المللی زیادی داره، اگه ممکنه چون در بیانیه شما اسامی من ندیدم ولی میدونم هم داخل ایران و هم خارج ایران شخصیت های زیادی از فیلمسازان هنرمندان در این بخش جامعه امضا کردند. میدونم که داخل ایران رو الان نمیتونید اسم ببرید ولی خارج از ایران و اگه ممکن باشه براتون اسامی رو که مطرح هستند و یا به هر حال اسمشون امضا کردند و برامون در اختیار ما بذارید. مرسی. این صرفا امضا نیست بلکه عضو کانون هستن. این نکته مهمیه که ما از حمایتشون برخورداریم. از اونجایی که ما کار صنفی فعلا
تو برنامه‌مون نیستش که انجام بدیم. به خاطر همین از شاخه های مختلف سینما، از فیلمبردار، طراح فیلم، کارگردان و کارگردان توی عرصه های مختلف، فیلم مستند، داستانی ببخشید، تو عرصه های مختلف عضو کانون هستن. اما برای مثال، مثلا من میتونم به خانم شیرین نشاد اشاره کنم که به عنوان ویژوال آرتیست و فیلم ساز شناخته شده هستن، تهیه کننده آقای کاوه فرنام هستن، طراح فیلم هستن، از میتونم مستندساز آقای نیما سروستانی رو اشاره کنم، فیلمساز داستانی آقای عبدالرضا کاهانی هستند، آقای مصطفی عزیزی از اعضای محترم کانون هستند. فعلا میتونم از این دوستان نام ببرم. فکر میکنم به اندازه کافی از اسامی میتونید متوجه بشید میزان گستردگی و انگیزه دوستان برای عضویت توی کانون. خب مسئله ای که الان در آخر مطرح هست اینه که آیا شما به طور ویژه با هنرمندان، با کارگردانان، با هنرپیشه های خاصی در صدد هستید که در سطح جهانی تماس داشته باشید یا تماس داشتید که بتونید از برای انقلاب جاری در ایران ازشون کمک بخواید؟ چون ما میدونیم، اینو همه مردم میدونن، که بخش وسیعی از هنرمندان، خوانندگان، چهره های مشهور در این حرکت همبستگی خودشون رو با انقلاب جاری در ایران، با انقلاب زن، زندگی، آزادی اعلام کردن. آیا این یکی از اهدافتون هست که بله، قدم برداشتید یا قرار قدم بردارید؟ بله، ما فعلا امروز اعلام مجدیت کردیم، بیانیه رو به عموم اعلام کردیم، اهدافمون رو و دلیل این ضرورت این تشکلیابی رو، و البته این چیزی که شما فرمودین یکی از هدفهای مهممون هست که حتما توی میتونم بگم روزهای جاری بهش میپردازیم. بله، انتظارتون از هنرمندان، نویسندگان، کارگردانان، فیلمسازان در داخل ایران چیه؟ چطور میتونن به طور ویژه به شما کمک کنند؟ یعنی به این امر کمک کنند؟ بفرمایید. متوجه هستم. ما خیلی انتظاری از نمیشه واقعا، با توجه اگه واقع بینانه بخوایم به شرایط نگاه کنیم، ابزار هنرمند، سینماگر به غیر از هنر و دوربین، تصویر به غیر از این ابزار دیگه ای ندارن. اما پیرو درخواست من فکر نمی کنم ما بتونیم از اونا درخواستی داشته باشیم، اما میخوام از اینجا این اطلاع رو بدم، این آگاهی رو بدم که میتونن با ما در تماس باشن به راحتی، از طریق وبسایتمون، از طریق شبکه‌های اجتماعی با ما در تماس باشن، به راحتی میتونن اخبار رو با ما در میون بذارن، اگر احیانا تحت تهدید یا به هر حال ارعاب حکومت قرار میگیرن، میتونن اگر دلشون بخواد میتونن حتی مثلا ناشناس باقی بمونن، اما از اخبار، اتفاقاتی که براشون میفته ما رو مطلع کنن. بله، در شخصیت بسیار معروف و میشه گفت دوست داشتنی ترانه علی دوستی با بیهجابی در مقابل دوربین قرار گرفته و خودش رو یعنی در کنار مردم ایران معرفی کرده و همچنین هنرپیشه های دیگری در ایران، زنان و هنرپیشه‌ای که حجاب برداشتن و اعلام همبستگی کردن با انقلاب زن زندگی آزادی در ایران، و همچنین شخصیت های مثل گلشیفته فراهانی، اینا همین ترانه برایه رو در سطح جهانی خوندند و بازم خودشون رو در کنار مردم ایران، در کنار و در همسنگر مردم ایران قرار دادن. پیامتون به این نوع شخصیت های ایرانی رو به جهان چیه؟ ایرانی، هنرپیشه، کارگردان، فیلمساز، هرچه، بفرمایید. اگر که تا امروز خبر نداشتن، که طبیعی هم هست که آگاهی نداشته باشن از وجود همچین کانونی، میتونن با ما تماس بگیرن، از طریق وبسایت به ما بپیوندن، هر ایده و هر گونه فکری دارن برای همبستگی با مردم ایران میتونن با ما در میون بذارن، حتما استقبال میشه و حتما توی کانون دربارش صحبت میکنیم و نسبت بهش
عکس العمل نشون میدیم. من فکر میکنم که عضویت توی کانون تحت عنوان عضو شدن تحت عنوان یه تشکل خیلی بیشتر کمک میکنه که بتونیم صدای رساتری باشیم از طرف مردم ایران و به خصوص هنرمندا که ما میتونیم نمایندگیشون بکنیم. بله، من وبسایتتون رو اینجا برای بینندگان عزیزمون اعلام میکنم که بتونن با ما، با شما مستقیم در تماس باشن. خیلی ممنون که با ما بودید و امیدوارم در برنامه های دیگه بازم شما رو داشته باشیم. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. بله، بینندگان عزیز، وبسایت کانون فیلمسازان مستقل ایران www.iifma.net، این هم میتونید از این طریق با این کانون در تماس باشید و صدای رسای انقلاب ایران علیه حکومت جنایتکار اسلامی باشید. براتون بهترین ها رو آرزو دارم.